کیمیا قربانی از بولونیا همراه ماست. کیمیا، به چه مواردی در این قطعنامه اشاره شده؟ بله، ما این قطعنامه رو من خوندم و نوشته شده بود که در واقع دولت رو بندهای مختلفی داشت که دولت رو متعهد میکنه به انجام کارهای مختلف، از جمله مثلا اینکه تمدید بشه مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اینکه دوباره اجازه ورود داشته باشه مأمور حقیقت‌یاب سازمان ملل و به صورت آزادانه بتونه تحقیق تجزیه تحلیل بکنه و شواهدش رو ارائه بده در رابطه با همین نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، و بندهای مختلفی داشت. اما من فکر می‌کنم که مهمترین بخش اون بند پایانیش بود، برای اینکه روابط تجاری و دیپلماتیک رو هدف قرار میداد و دولت جورجا ملونی رو متعهد می‌کرد که در واقع حقوق انسانی و سیاسی شهروندان ایران رو رعایت بکنه، یعنی مثلا به این شکل قبل از هر گونه توافق یا امضای هر گونه قرارداد تجاری یا دیپلماتیک، دولت ایران رو بخواد که جوابگو باشه در رابطه با رعایت و احترام به حقوق انسانی و سیاسی شهروندان. من یک گفتگوی انجام دادم با لاورا بولدرونی، سیاستمدار ایتالیایی و نماینده پارلمان ایتالیا. اگر آماده باشه با هم ببینیم بیشتر مشخص میشه که این قطعنامه دقیقاً چی هستش. سیما، حتما میبینیم با هم. لامنتو اکیستو ال گوورنو ایتالیانو. ما در پارلمان ایتالیا به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در مورد رعایت حقوق بشر در ایران تصویب کردیم. این قطعنامه به طور ویژه به گزارش سازمان عفو بین الملل با تمرکز بر مصادیق خشونت علیه زنان اشاره میکنه. ما دامنه مطالبات خود را از دولت ایتالیا گسترده تر کردیم. در این قطعنامه پارلمان ایتالیا از دولت درخواست کرده در مجامع بین المللی قاطعانه در راستای لغو احکام اعدامی که علیه تظاهر کنندگان در ایران صادر شده و همچنین آزادی فوری و بدون قید شرط همه افرادی که در تظاهرات شرکت کردند و زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی اقدام کنند. به ویژه از چهره های مانند منصور دهمرده، احمد رضا جلالی و نرگس محمدی که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد حرف زدیم. سپس درخواست کردیم که دولت ایتالیا در همه مجامع تبعیض سیستماتیکی را که در ایران علیه زنان و دختران توسط جمهوری اسلامی انجام میشه محکوم کنه، و همچنین از جمهوری اسلامی بخواد در قوانین جاری اعمال تمام اشکال خشونت از جمله خشونت جنسی علیه زنان و دختران، چه در زندگی عمومی و چه خصوصیشون رو حذف کنه. Chiedere di alla Repubblica Islamica di eliminare nella legge e nella. و همچنین از جمهوری اسلامی بخواد در قوانین جاری اعمال تمام اشکال خشونت از جمله خشونت جنسی علیه زنان و دختران، چه در زندگی عمومی و چه خصوصیشون را حذف کنه. و همچنین درخواست کردیم که در کلیه روابط دیپلماتیک و تجاری میان دو کشور ایتالیا و ایران، ایتالیا به تعهد رعایت کامل حقوق انسانی و سیاسی مردم ایران پایبند بمونه. بنابراین در این جلسات دیپلماتیک و تجاری دولت ایتالیا باید همواره بر لزوم رعایت حقوق انسانی و سیاسی مردم ایران تاکید کنه.